بر اساس آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سنا و مجلس نمایندگان و فرمانداران جمهوری خواهان در همه آنها برنده شده یا پیشتاز هستند بر اساس آماری که تا صبح 17 آبان شمارش شده ترامپ 295 الکترال و هریس 226 الکترال به دست آوردند پیش بینی می شود ترامپ تا 312 الکترال به دست بیاورد در سنای آمریکا جمهوری خواهان 52 کرسی و دموکراتها ها 44 کرسی کسب کردند. همچنین جمهوری فرمانداران 27 ایالت و دموکراتها فرمانداران 23 ایالت را به دست آوردند. پس از پیروزی قاطع دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، بسیاری از رهبران جهان انتخاب وی را تبریک گفتند. استارمر نخست وزیر انگلستان در آغاز سخنان خودش در مجلس عوام انگلستان گفت: من با تبریک به رئیس جمهور منتخب ترامپ به خاطر پیروزی تاریخیش در انتخابات آغاز می کنم. جوزف بورل در حساب ایکس خودش نوشت من انتخاب رئیس جمهور دونالد ترامپ را تبریک می گویم. این انتخابات برای تمام مناطق جهان از جمله اوکراین و خاورمیانه جایی که در آن امنیت جهانی در خطر است پیامد خواهد داشت. آنتونیو گوترز دبیر کل ملل متحد هم در بیانیه ای گفت من به رئیس جمهور منتخب دونالد جی ترامپ تبریک میگویم و مجددا بر این باورم تاکید می کنم که همکاری بین ایالات متحده و سازمان ملل یک ستون اساسی روابط بین الملل است شولز صدر اعظم آلمان جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا میتسوتاکیس نخست وزیر یونان الکساندروویچ رئیس جمهور سربستان و بسیاری دیگر از رهبران جهان و شخصیت های سیاسی جهان به دونالد ترامپ تبریک گفتند جو بایدن هم در تماسی تلفنی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و از او برای دیدار در کاخ سفید دعوت کرد در بیانیه کاخ سفید آمده است بایدن متحد به تضمین انتقال آرام است اما در مقابل خامنه ای باید منتظر بحران هایی باشد که شمه ای از آن را در دور اول ترامپ چشیده است این نگرانی بی پایان در صحبت های مهره ها و رسانه های رژیم موج می زند. علی ماجدی سفیر سابق رژیم در آلمان گفت باید از وزیر خارجه بپرسید واقعا برایشان فرقی نمی کند چه کسی در آمریکا رئیس جمهور است وقایعی که در منطقه رخ داده تماما به ضرر ما بوده است فلاحت پیش و عضو پیشین مجلس ارتجا گفت خروج ترامپ از برجام به فرضیه بی تاثیر بودن انتخابات آمریکا و سیاست های خارجی ایران خط بطلان کشید و نشان داد بسته به اینکه چه کسی سر کار باشد مناسبات سیاست خارجی آمریکا و ایران تحت تأثیر قرار می گیرد. آشنا مهره امنیتی و از اصلاحاتی های حکومتی در پستی نوشت نه فقط آمریکای ترامپ در سال 2024 با آمریکای ترامپ در سال 2016 تفاوت‌های کلیدی دارد، بلکه پویایی‌های جهانی و منطقه‌ای هم به کلی متفاوت شده است. آیا تنها جمهوری اسلامی ایران است که تغییری نکرده است؟